خبر کوتاه و شوک‌آور بود. کشته شدن مرد آهنین ایران در یک نزاع خیابانی. تیتر رو که میخوندی لحظه چشمات گرد میشد و با دهان نیمه باز به صفحه روزنامه خیره میموندی و بعد سیل پرسش به مغزت هجوم میآورد. از جمله اینکه چه کسی میتونست قوی ترین مرد ایران رو از پای در بیاره. شاید شوکه کننده تر از خود خبر زمانی بود که تصویر ضارب روح الله داداشی در روزنامه ها منتشر شد. پسر لاغرندام و بلند قدی که 17 سال بیشتر نداشت. اما عشق به قدرت نمایی اون رو تا سرحد کشتن قوی ترین مرد ایران پیش برد. اما ماجرا چی بود؟ تیر ماه سال 1390 پیکر نیمه جان روح الله داداشی رو یکی از دوستانش که اتفاقا هنگام حادثه همراه اون بود به بیمارستان شهید مدنی کرج انتقال داد. پزشکان و پرستاران بیمارستان اقدامات لازم برای نجات جان مرد آهنین رو خیلی سریع شروع کردن. اما به دلیل آسیب شدیدی که به شریان‌های اصلی بدن داداشی وارد شده بود، تلاش تیم پزشکی بی ثمر موند و مرد آهنین دقایقی بعد از ورود به بیمارستان جونش رو از دست داد و برای همیشه چشماش بسته شد. حالا نه تنها ماموران پلیس و دستگاه قضایی، بلکه تعداد زیادی از طرفداران و دوستداران داداشی به دنبال این بودن که عامل این جنایت شناسایی بشه و به مجازات خودش برسه. مردی که در لحظه حادثه همراه مرحوم داداشی بود و شاهد تمام اتفاقات رخ داده، در اولین اظهاراتش به ماموران اطلاعات بسیار مفیدی در اختیار اونها گذاشت. اون گفت: به همراه روح الله داداشی داشتیم به سمت کرج می رفتیم که یک پراید مشکی در اتوبان در کنار ما حرکت می کرد. در یک لحظه فاصله ماشین داداشی با پراید مشکی کم شد و آینه ماشین ها به هم اصابت کرد. اما هیچ کدوم از ماشین ها خسارتی ندید و تلاقی آینه ها هم حتی باعث شکستگی اونها نشد. اما همین حادثه برای سرنشینان پراید بهانه ای شد که دعوا را بندازن. شاید از اون جوانایی بودن که به اصطلاح دنبال شر میگشتن. شاید هیکل ورزشکاری داداشی رو دیده بودن و میخواستن بادی در غبغب بندازن و به خودشون و دوستاشون ثابت کنن که ما حتی از پس مردان قوی هیکلم بر میاییم. سرنشینان خودروی پراید دست بردار نبودن و به تعقیب آزرای آلبالوی رنگ یعنی خودروی داداشی رفتن. کنار ماشین داداشی قرار گرفتن و شروع به فحاشی کردن. هر دو ماشین توقف کردن و علیرضا با چاقویی که در دست داشت به سمت داداشی حمله کرد و او رو با ضربه کاری که به گردنش وارد کرد از پای درآورد و پا به فرار گذاشت. اما دوست روح الله داداشی شماره پلاک خودروی اونها رو برداشته بود و بعد از اینکه واقعه رو برای ماموران تعریف کرد، شماره پلاک رو هم در اختیار اونها قرار داد که همون شماره پلاک ماشین عامل رازگشایی پرونده قتل داداشی شد و ماموران رو به عامل جنایت نزدیک کرد. درست همون روزی که داداشی به قتل رسید، در حوالی همون محل حادثه یعنی گلشهر کرج اتفاقی مشابه برای مردی دیگه افتاده بود که شکایتش به دست ماموران پلیس رسید. شوکی در اظهارات خودش گفته بود: حدود ساعت 11 شب بود و داشتم در اتوبان رانندگی می کردم. یک دفعه دیدم که یک خودروی پراید جلوی ماشینم توقف کرد و دو سرنشین ماشین پیاده شدن و به سمت من حمله کردن. من که گمون می کردم اونها قصد زورگیری از منو دارن، سری درای ماشین رو قفل کردم. اما شیشه پایین بود و اون دو نفر به سر و صورت من مشت می زدن. چند ثانیه بعد یک آبر رهگذر به کمک من اومد و با تهدید اونها سرنشینان پراید فرار کردن. شوکی در ادامه گفته بود: خودروی من یک پرادوه. بعدن از هم محلی هامون در شاهین ویلا شنیدم که دو سرنشین پراید به قصد قدرت نمایی این کار رو کرده بودن و بعد از کتک زدن من به پارکی در شاهین ویلا رفته و برای دوستانشون تعریف کرده بودن که صاحب یک ماشین مدل بالا به ما چپ نگاه کرد و مام کتکش زدیم. تمام مشخصاتی که اون مرد از زاربان در اختیار ماموران قرار داد با مشخصات زاربان داداشی یکی بود. متهمان بعد از دستگیری به ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به راننده پرادو هم اعتراف کردند. بعد از اینکه شماره پلاک خودروی متهمان در اختیار ماموران پلیس قرار گرفت،
در فاصله کوتاهی ماموران به خانه صاحب خودرو رفته و او را دستگیر کردند. همزمان با دستگیری متهم اول، محل زندگی دومین نفری که روز حادثه در خودروی پراید حضور داشت شناسایی شد و پلیس در عملیاتی ضربتی او را هم دستگیر کرد. متهمان بعد از انتقال به اداره پلیس ادعا کردند که ضارب روح الله داداشی یکی از دوستانشون به نام علیرضا است که فراریه. با اطلاعاتی که همراهان قاتل در اختیار پلیس قرار دادن، تحقیقات برای یافتن ردی از علیرضا آغاز شد. پلیس به محل زندگی متهم تحت تعقیب رفت، اما از اونجا که متهم قبل از رسیدن ماموران با خبر شده بود که تحت تعقیبه، از منزل گریخته بود. ماموران حدس می‌زدن علیرضا قصد خروج از شهر رو داره و با توجه به فاصله کوتاه زمانی می‌دونستن که نمی‌تونه زیاد دور شده باشه. بنابراین با تحت نظر قرار دادن تمام راه‌های خروجی شهر، موفق به دستگیری متهم اصلی پرونده شدن و این در حالی بود که هنوز دو روز هم از قتل روح الله داداشی نگذشته بود. علیرضا بعد از انتقال به اداره آگاهی به قتل روح الله داداشی اعتراف کرد و به این ترتیب شمارش معکوس برای محاکمه قاتل مرد آهنین آغاز شد. حالا همه منتظر بودن که ببینن متهم در دفاعیات خودش در دادگاه چی میگه. اما اونچه عجیب بود این بود که قاتل روح الله داداشی حتی یک بار هم اظهار ندامت و تقاضای عفو بخشش نکرد. اون در دادگاه در دفاعیات خودش گفت: اتهام خودم رو قبول دارم و میپذیرم که باعث مرگ روح الله داداشی شدم. اما من قصد کشتن او رو نداشتم و اون رو هم نشناخته بودم. فقط ترسیده بودم. وقتی داداشی از ماشین پیاده شد و دیدم که اون هیکل خیلی درشتی داره، خیلی ترسیدم که ازش کتک بخورم. دوستم به سمت دوست اون رفت و با هم درگیر شدن و من به کمک دوستم رفتم. قبل از پیاده شدن از ماشین، چاقویی رو که همراه داشتم از غلاف در آوردم و سمت داداشی رفتم. فقط توی هوا ضربه می زدم که به من نزدیک نشه. یه دفعه دیدم زمین پر از خون شده و چاقو به گردنش خورده. قاضی پرونده در جلسه دادرسی خطاب به متهم گفته بود: عمق ضربه‌ای که به گردن وارد شده خیلی زیاد بوده. چطور ادعا می کنی فقط چاقو رو در هوا می چرخوندی؟ در این صورت باید فقط خراشی بر بدن مقتول وارد می شد. در ضمن علاوه بر ضربه کشنده به گردنش، دو ضربه هم به دست او وارد کرده بودی. اما در این مورد متهم سکوت کرده بود. دادگاه به پایان رسید و حکم قصاص بعد از برگزاری دادگاه بدوی صادر شد و در ملأ عام به اجرا در اومد. روز اجرای حکم، یعنی شهریور سال 1390، درست دو ماه بعد از قتل داداشی، جمعیت زیادی به میدانی در نزدیکی گلشهر کرج اومده بودند. عصبانیت مردم به حدی بود که داربست‌های اطراف محوطه اجرای حکم رو شکسته بودند. متهم پای چوبه دار بالاخره به گریه و التماس افتاد و طلب بخشش می‌کرد و مادرش رو صدا می‌زد. اما در پایان خط، برای جوونی که غرور و خودنمایی کارش رو به جایی رسونده بود که قوی‌ترین مرد ایران رو به قتل رسوند، دیگه راه امیدی وجود نداشت. برادر روح الله داداشی که بعد از فوت پدر و مادرش روح الله رو بزرگ کرده بود و حالا ولی دم او بود، بعد از اعدام قاتل به خبرنگاران گفته بود که تا آخر عمر برای برادر جوونش سیاه می پوشه. او همچنین از دلایل اصرارش بر اجرای حکم قصاص گفته بود: همدست قاتل برادرم دو سال قبل از قتل در یک سرقت مسلحانه شرکت داشته. اگر او بخشیده نمی‌شد، روز قتل همراه قاتل نبود. این نشون میده که این طور مجرمان بعد از بخشیده شدن هرگز از کار بد خودشون عبرت نمی‌گیرن. با ادامه علیرضا، پرونده قتل قوی‌ترین مرد ایران برای همیشه بسته شد. اما ابهامی در میون هست. در زمان کشته شدن روح الله داداشی، بسیاری از مردم بر این باور بودند که این قتل یک اتفاق نبوده و یک قتل دستوری بوده. یعنی روح الله داداشی به دستور و با نقشه قبلی به قتل رسیده. شما در این باره چه نظری دارید؟ پاسختون رو در کامنت ها بنویسید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. ما همیشه
منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم. پیروز و پایدار باشید.